سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش ساخت ابزارک. در این جلسه میریم دنبال ادامه کارمون. این جلسه دیگه محتوا رو روی محتوا متمرکز میشیم. خب میخوایم محتوا رو نشون بدیم. محتوا رو خب قبلا داخل اینجا ما نوشته بودیم، داخل این برای حالا این رو ما میاریم میشیم و همین بر دوباره بازنویسیش میکنیم. میخوایم محتوامون رو نشون بدیم، اول پست رو به دست میاریم. ببخشید یک آر متغیری میسازم به اسم پست، اسمش رو میذارم OPT، یه متغیر میسازم به اسم OPT برای آرایه میسازیم. خب داخل این متغیر همون مثل این یکی، اینو فقط همین رو واسش کپی پیست میکنم، میارم این طرف. خب و همینجا هم دوباره طبق همین چیزی که این ور ساخته بودیم تو جلسه اول، این رو ما یک گت پستی میگیریم و اینجا قرارش میدیم. خب پس به همین اوپیتیش نمی کنم دیگه، به همون روش بشه به هم اینجا دیگه کمی تغییرش میدیم دیگه، این چیزا رو اول داخلش در میاریم بعد انجام میدیم. اینجا می نویسیم یک متغیر می سازیم به اسم پست، get topic get posts و به عنوان آرگومان این OPT رو من براش میفرستم. خب حالا بهتون میگم چرا این جدا سازی رو نسبت به اینجا انجام دادم. اینجا سر هم نوشته بودیم، اینجا جدا کردم، حالا جلوتر متوجه میشید. خب در اینجا میایم یک فور ایش میسازیم. خب در این اولی پست رو قرار میدم، در این دومی پست می نویسم. میخوام هر کدوم بیفتن داخل یک پست، یکی یو ال، یک تگ یو ال می سازیم، اکو یو ال، و هر کدوم از مقادیر رو میذاریم داخل یک تگ لی. اینجا هم تگ یو ال قبل و بعد فور ایچ میذارید تگ یو ال تون رو بغیر میذاریم داخل تگ لی، در ازای هر کدوم میگیم اکو یک تگ لی، کانکتنیت کانکتنیت یک تگ لی میبندم. و مثل همین قسمت که اینجا استفاده کردیم، اینجا نام ها رو می نوشتیم در ازای هر کدوم، مثلا یه تگ لیز آ ساخته بودیم و تایتل ها رو می ساختیم و همون شکل این رو همینجا انجام میدیم. اینجا می نویسیم اکو، باشه اکو نمیخواد، گفتیم که یک چیم به هر get post آبجکتی از پست ها برمیگردونه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. هر پست یک متغیری داخلشه که اینجا هم استفاده کردیم جلسه اول به اسم پست تایتل. من همونو کپی پیست میگیرم میارم اینور. خب حالا اینو در خروجی نگاهی میندازیم ببینیم دقیقا همون چیزیه که ما میخواییم. ببینید دقیقا همون چیزی شد که ما میخواییم، فقط خب حالا میریم سراغ سایر گزینه هامون. اولین گزینه، ببخشید من همزمانم دارم با اینترنت کار میکنم، بذار رفتم رو اون تب. خب حالا در حرکت اول میخواییم خب رو اینا کار بکنیم. حرکت اول میخواییم این پاست پر پیج رو یا این اوردر بای و یکیشون رو میخواییم روی یکی از این دوتا کار بکنیم. میریم سراغ پاست پر پیج. پست پر پیج، خب اینجا میخوام بگیم تعداد، تعداد رو میخوایم بدیم کاربر تعیین کنه. میریم داخل متد فرم، اینجا یک تگ پی دیگه میسازیم، یک لیبلی میدم فرم، اکو دیس get film byte id. خب فیلدی که میخوام بزنم اسمشو میذاریم نام، تعداد اینجا هم می نویسیم تعداد.
تگه اینپوت میسازیم، نوعش رو میذاریم نامبر که مشخصه تعداد باشه. کسانی که با HTML5 کار کرده باشن تگ نامبر یا همچین چیزی واسه ما میسازه. آره من همین الان میام تو خروجی واسه تون نشون میدم. بستگی به پشتیبانی مرورگر هم داره. به این شکل میشه یارو میتونه عدد خیلی راحت میتونه کاربر عدد وارد کنه. اگر مرورگر پشتیبانی نکنه یک فیلد تکست میسازه، هیچ فرقی نمیکنه، نگران اون موضوع نباشید. آیدیش رو می نویسیم در ابتدای امر. اکو، یه مشکلی که همیشه پیش میاد دوستان یادشون میره این اکو رو بنویسن. این اکو رو بنویسید خیلی موقع خیلی از اشتباهات به خاطر این موضوع هست که به وجود میاد. این مسئله است که باعث یک سری از خطاها میشه. حتما حواستون باشه این اکو رو بنویسید. get field by id، آیدی رو نام گذاشته بودیم، همون نام رو من بهش میدم. خب حالا نیم، همین رو براش کپی پیست میگیرم، فقط میکنمش get field by name. خیلی راحت. و value، برای value یه لحظه توقف میکنیم. من برمیگردم اینجا مقدار پیشفرضی خب میخواییم بهش بدیم دیگه. value مقدار پیشفرض رو میذاریم 5، میگیم که اگه نام چیزی تعیین نشده بود 5 تا تو همون دیتا و دیفولت دیتا. و اینجا هم میتونم به اسم نام مقدارش رو میذاریم، همین بالایی رو براش همون اسکیپ اتریبیوت ATTR رو میخواستم کپی پیست کنم، ولش کن، مینویسیمش instance نام. مقدار داخلش خواهد، یک کاربر چیزی وارد نکرده باشه 5 تا داخلش قرار میگیره. و اینجا هم خیلی راحته، مینویسیم اکو نام متغیری که همین بالا ساختیم اینجا. خب حالا تعداد رو پس واسهش وارد کردیم، همه چی رو وارد کردیم، فقط حالا بریم داخل آپدیت هم درستش بکنیم دیگه. اینجا instance نام برابر است با سانیتایزش میکنم، یعنی کارکترهای خطرناک رو ازش حذف میکنم. سانیتایز تکست فیلد new instance نام، اتار نام رو میخورم. حالا داخل خروجی اینجا دیگه خیلی راحت میشه. قبل گفتیم همیشه داخل اینستنس هستش دیگه، بس خیلی راحت اینجا اینستنس نام رو واسش قرار میدیم. اینستنس نام، چیزی هم که این اینستنس به ما میده یک آرایه است، مثل همین اینستنسی که دقیقا همین چیزی رو به ما میده که اینجا برگردوندیم، همون چیزی که تو آپدیت برگردونید اینجا به دست میارید. خب نام نامبر رو اینجا بهش میدم. خب حالا ببینیم این کار میکنه. تعداد رو دیگه دادم کاربر تعیین کنه، پست پر پیج رو توسط کاربر. واسه همین بود جداش کردم که کنترل بیشتری روش داشته باشیم، خانایی بیشتری داشته باشیم. اینو من رفرشش میکنم، یک نگاهی میندازیم ببینیم دقیقا همون چیزی که برای 5 تاست. ذخیره رو میزنیم و حالا در اینجا ما رفرش رو میزنیم، بله 5 تا. بس همونطور که دیدید من اینجا الان یک تعداد رو افزودم و تعداد هم برای ما استراحاً کار کرد. خب حالا من میرم سراغ گزینه بعدی، میخوام یک نگاهی بهش بندازم سراغ کدوم گزینه. بریم سراغ order by، تعیین کنیم با تاریخ باشه، با نام کاربر باشه، دقیقا بر چه اساس اینا مرتب بشن، سعودی باشه یا نزولی باشه. میریم سراغ اوردر، سعودی یا نزولیش رو اینجا در ابتدای امر تعیین میکنیم. خب میایم اینجا داخل اینجا میایم یک تگ دیگه اینجا ما درست میکنیم، یک تگ پی دیگه من درست میکنم. لیبل خب اینجا نوع تگ رو میخوایم تعیین کنیم، ببینیم که خب بالا فور اسمش رو از این بالا
همین واسه کپی پیست کنیم بهتره، یکم که سریع تر کارمون رو انجام میدیم. قبلا خب اینا رو من توضیح دادم، لزومی نداره. خب فقط میام جا عوضش میکنیم، اسمش رو میذاریم اوردر، این که صوتی باشه نزولی. اینجا هم مینویسیم نوع مرتب سازی. خب حالا یک اینپوت اینجا نداریم دیگه، یک سلکت میخواییم بهش بدیم، انتخاب دوتاییه دیگه، یا صعودی نزولی، یا میتونیم اینو به صورت، من اینو به صورت سلکت میسازم، ولی بهترین حالت با سرش رادیو باتونه. این اول میخواییم توضیح بدیم که تو سلکت ها چجوری به وجود میاد. سلکت، خب آپشن ولیو، اینو تکرارش میکنیم. خب آیدی این رو همین این قرار میدیم، این که اینجا قرار نوشتیم، یعنی اوردر. خب نیمش رو هم همون قرار میدیم، نیم برابر است با شاید بگی داره چرا سلکت استفاده کرد. میخوایم تمام تک ها رو اینجا، میخوایم تو آموزشمون همه حالت ها رو با هم مرور کرده باشیم که همه حالت ها رو دیده باشیم. خب واسه همینه، و نه در انتهای تبدیل میکنیم به یک رادیو باتون، اون رو که ببینیم رادیو ها چجوری کار میکنن دقیقا. this get filled by name order. خب این رو می نویسیم، مقدارش رو، مقدار این رو میذاریم، گفتیم که اسکندینگ و دیسندینگ هست. خب ASC، یکی DSC. خب این یکی سعودی نزولی. فقط باید ببینیم کدوم انتخاب. خب یکی از اینایی که انتخاب میشه میره سمت سرور. خب به صورت پیش فرض چی گذاشتیمش؟ گذاشتیمش رو حالت نزولی دیگه. پس میایم اینجا یک مقدار پیش فرضی اول به این میدیم، order DSC disk. خب میایم پایین، مقدار پیش فرض رو بهش دادیم. خب حالا این مقدار پیش فرض واسه چیه؟ مثلا اینکه بدونیم که حالا خب این مقدار پیش فرض باید داشته باشه دیگه. خب حالا این، خب هر کدوم کاربر انتخاب کنه میره سمت سرور، اونجا ذخیره میشه، این مشکلی نیست. حالا باید ببینیم موقعی که اگه این انتخاب شد، خب موقع واسه نمایشش هم باید یه کاری انجام بدیم دیگه. اول ذخیرهش رو من اینجا انجام میدم، همین بالایی رو واسش کپی میگیرم و این رو میکنم اوردر. همون سانیتایز رو هم داشته باشه، ممکنه که یک چیزای ناجور کار برده خالش بنویسه، بعد فرمو ارسال بکنه. خب ما هم این رو از بین میبریم. خب اوردر رو هم دارم. خب حالا اوردر رو هم نوشتیم، میایم بالا در این قسمت. میخوایم که موقعی که کاربر، خب یه مشکلی که اینجا هست اینه، بذارید بهتون نشون بدم. خب موقعی که کاربر یه چیزی رو انتخاب میکنه، خب یه چیزی رو انتخاب میکنه، موقعی که ذخیره رو میزنه وقتی برمیگرده دوباره میشه همون. خب اینو چجوری از بین اینو چجوری بهش بگیم کدوم رو باید انتخاب بکنه؟ خب در حرکت اول ما باید اول اینجا مقدار اولیه رو به دست بیاریم. خب اینجا به دستش میاریم، اینجا میسم اوردر اسکیپ اتریبیوت اوردر، مقدارش رو میگیرم در حرکت اول. مقدار اسکیپ اتریبیوت هم نمیخواد، مقدارش رو میگیرم اول. خب مقدار اوردر رو اول به دست میاریم، بعد اینجا میگیم که یک تابعی هست به اسم سلکتید، اونی که همشون که میدونه تو آپشن که سلکت چی رو داشته باشه، اصطلاحاً این مقدار سلکتید رو داشته باشه.
اون انتخاب میشه. خب واسه اینکه ما اینو بهش بدیم بفهمیم کدوم رو داره، لازم نیست از if ها استفاده کنه. بنویسیم if، اگر این رو مثلا اینجا بنویسیم if اگر order برابر بود با asc پس echo selected. نه اینجوری لازم نیست بنویسیم و اینو برمیگردونم یک تابعی هست به همین کار رو واسه ما انجام میده به اسم selected. خب اگه این ترو باشه selected رو مینویسه، اگه فالس باشه چیزی نمینویسه، فقط کافی. خب چجوری اینو اینجا شرط رو داخلش مینویسیم؟ شرط اینه اگه order برابر بود با asc asc. ببینید اگه این برابر، اگه این ترو بود این رو اینجا برای ما بنویسه. خب حالا واسه این یکی هم همینو کپی پیست میگیریم واسه پایینی میذاریمش dsc. واسه اینکه بدونید سلکتیک دقیقا چجوری کار میکنه فقط کافیه تو اینترنت این عبارت رو جستجو بکنه. بنویسید wordpress selected function. من یک ای هم اضافه گذارم اتفاقا. نتیجه رو بعد میتونید خیلی راحت دنبال کنید و ببینید که اینجا هستش. تا برای نگاهی بهش بندازیم که باش آشنایید. فکر کنم این رو دوتا دوره طراحیتم توضیح داده بودم، نیازی نبود حالا اینجا دقیقا اینجا نوع نمایشش رو اینجا واسه ما نوشته که ما دقیقا بدونیم که چه کاری میخواد انجام بده. خب فقط باید مقدارش رو تو گزینه دوم بنویسید. من یادم رفته بود اینجا ببینید این یک راه نوشته نمایشش اینجا هم نوشته فو بلانت خودش مقایسه میکنه. ببخشید من اینجا یه اشتباه کردم، خودش مقایسه میکنه اینجا اون مقداری رو که میخوایم باش مقایسه بشه اینجا مینویسیم asc. میخوایم اگه این بود خب چیزی چی میخوایم با چی مقایسه بشه؟ با order. اگه order asc بود میتونه. خب ببینید نگاه کردم به کدکس خوبیاش همینه. من خودم هم یالا زلان اشتباه کردم دیگه، بعضی وقتا آدم یه چیزایی یادش میره. خیلی سریع از کدکس استفاده کردم و اون چیزی رو که یادم رفته بود سریع یادم اومد. این نمونه کدا رو آدم نگاه میکنه. خب اینجا ببینید نمونه بالایی نوشته دیگه، واسه اون نوشته if اگر مثلا option فو برابر 1 بود بنویس selected echo selected. خب اومده اینجا اینجوریش کرده. خب این if به این شکل در اومده. اون چیزی که میخواد مقایسه بشه، مقایسه بشه با چه مقداری؟ اگه true بود selected رو برامون مینویسه. خب حالا همین رو من کپی پیست میگیرم واسه پایینی، فقط اونجا باید بنویسیم dsc. همین dsc اگه order dsc بود selected رو تو خروجی برای ما مینویسه. خب حالا من این رو رفرشش میکنم. پس ببینید کدکس دقیقا کارهایش همینه. پس همیشه کدکس رو جلوی دست خودتون داشته باشید. ببخشید بعد این بر رفرش رو این بر میزنیم. خب بازش میکنیم. ببینید نزولیه، رو سعودی میذارم ذخیره میکنم، هستش تکونی نخورد، نزولی میذارم ذخیره میکنم، حتی واسه اطمینان رفرش هم میزنم و چرا بینیم نزولی میذارمش ذخیره میکنم. حالا رفرش رو میزنم، این نزولی خیلی چیز در بخوری این تابه سلکتید خیلی کوتاه میکنه برای ما کار رو و ما میتونیم راحتر استفاده بکنیم. خب میایم اینجا برای اوردر همون رو انجام میدیم دیگه. اینجا دیگه فقط کافیه به جای این بنویسیم instance order. خیلی راحت. خب پس تا اینجای کار دو تا از گزینه های ویجتمون رو ما قرار دادیم. یکی این تعداد بود که مثلا میکنیمش 7 تا، این هم میکنیم سعودی ذخیره رو میزنیم. حتی واسه اطمینان رفرش بزنید ببینید درست ذخیره شده یا نه. آره ذخیره است. حالا در خروجی نگاهی میکنم اینا باید بشن 7 تا، سعودی هم باید بشن. ببینید سعودیشون کرد. حالا دوباره برش همون 7 تاش میکنم، نزولی رو میذارم ذخیره میزنم. حالا رفرش میکنم دوباره، خیلی عالی نزولیشون کردم. خب پس تا اینجا کار دیدید که ما دو تا از گزینه های ابزارکمون رو اضافه کردیم. همینجا این جلسه رو تموم میکنم. امیدوارم که اون استفاده لازمه رو از این جلسه برده باشید.